در روز عرفه شیعیان همراه با سایر حاجیان رهسپار سرزمین عرفات شدند تا ضمن به جای آوردن اعمال حج دعای عرفه را در صحرای عرفات زمزمه کنند. همچنین میلیون ها شیعه از شهرهای مختلف عراق و دیگر کشورهای جهان خود را به شهر مقدس کربلا رساندند و زیارت مخصوصه امام حسین علیه السلام در روز عرفه و دیگر اعمال این روز پرفضیلت را در این مکان مقدس به جا آوردند. علاوه بر آن، عاشقان اهل بیت در روز عرفه در مساجد و مکانهای مقدس سراسر دنیا جهت برگزاری این دعا حضور یافتند. دعای روح نواز عرفه به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس کربلا و از طریق تلویزیون‌های ششگانه مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام پخش می‌گردد. با هم گزارش علی اکبری در این زمینه را ببینیم. روز نهم ماه ذی‌الحجه را روز عرفه نامیده‌اند، روز شناخت خدا و شناخت خود، روز نیایش و مناجات با پروردگار جهانیان، چرا که در این روز درهای رحمت الهی بر روی همه بندگان به ویژه گناهکاران باز است. در این روز هر ناامیدی امیدوار به درگاه الهی پناه برده و از او طلب حاجت می کند. دعای عرفه دعایی منسوب به امام حسین علیه السلام است که بنابر روایات آن حضرت در روز نهم ذی‌الحجه روز عرفه در صحرای عرفات خواندند. علاوه بر دعای امام حسین علیه السلام در عرفه، زیارت آن حضرت هم در این روز بسیار توصیه شده. روایت شده که هر که امام حسین علیه السلام را در روز عرفه با معرفت به حق آن حضرت زیارت کند، برای او ثواب 1000 حج و 1000 عمره پسندیده مقبوله و 1000 جهاد با پیامبر مرسل یا امام عادل خواهد بود. شاید بتوان روز عرفه را به نوعی تجلی نام و یاد امام حسین علیه السلام نامید، چرا که چه در سرزمین عرفات و چه در کربلا در این روز نام و یاد سید الشهدا، چه با دعای منقول از آن حضرت و چه با زیارت مرقد مطهرش دل را صفا داده و روح را جلا می بخشد. در احادیث بسیار به نهایت اعتبار وارد شده است که حق تعالی در روز عرفه پیش از آن که نظر به اهل موقف عرفات کند، ابتدا نظر رحمت به سوی زائران قبر حسین علیه السلام می اندازد. در نقلی آمده است که حضرت آدم و حوا پس از هبوط از بهشت و آمدن به کره خاکی، پس از 40 سال توبه و تحیر و گریه در سرزمین عرفات یکدیگر را یافتند و به همین دلیل این منطقه عرفات و این روز عرفه نام گرفته است. اگر کسی بتواند در روز عرفه خود را به عرفات یا به کربلا برساند، بهترین مکانها را برای دعا انتخاب کرده است و گویا این روز مختص به دعاست. بنابراین لازم است با تمام توان خود را برای این روز بزرگ آماده نموده و مهمترین کار در این جهت به دست آوردن شرایط استجابت دعاست. در سال 51 هجری قمری، 2 سال پس از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، حضرت سید الشهدا به حج مشرف شدند و در روز عرفه درست در مکانی که توبه حضرت آدم و حوا پذیرفته شد حضور یافته و در دامنه کوه عرفات در جمع اهل بیت علیهم السلام و زائران این دعا را خواندند. امام حسین علیه السلام در این روز با خواندن دعای عرفه با زیباترین عبارات که بلاغت و رسا بودن در آن موج می زند و با انتخاب بی‌آلایش‌ترین مکان و مقدس‌ترین زمان، یعنی سرزمین عرفات، فطرت انسانها را میزبان عالی‌ترین معارف الهی نموده است. وقتی به محتوای دعای گرانسنگ عرفه دقت می‌کنیم، متوجه می‌شویم که امام حسین علیه السلام با بیانی زیبا و با شناخت دقیق از مسائل مورد نیاز بشر و اشراف به احتیاج‌های روحی انسان‌ها و با تشریح اصل توحید، دریای بیکرانی از معارف حیات آفرین را به روی ما می‌گشاید و با اشاره‌های ظریف اذهان جستجوگر را به زوایای پنهان و آشکار رموز آفرینش واقف می‌گرداند.
خدای متعال برای برخی از مکانها مانند مکه، بیت الله و کربلای معلا و یا برخی زمانها مانند دهه اول ذی‌حجه، ماه مبارک رمضان، شبهای قدر و روز عرفه منزلتی در نظر گرفته که هر کدام از آنها به نسبتی که تعیین فرموده میتوانند ما را به میزان معرفتمان از برکات خود بهره‌مند سازند. در روایتی نقل شده است که امام صادق علیه السلام فرمود وقتی روز عرفه فرا می رسد، خدای متعال به زائران قبر حسین ابن علی علیه السلام نظر رحمت می کند و خطاب به آنان می فرماید بازگردید در حالی که گناهان گذشته شما آمرزیده شده است و از روزی که زائران باز می گردند تا 70 روز برای آنان گناه نمی نویسد. روز عرفه بهترین فرصت برای رهایی از روزمرگی و زمانی برای تغییر و نگرشی دوباره به زندگی و کردار آدمی است تا بتوانیم در پرتو دعای عرفه و زیارت امام حسین علیه السلام ضمن صفا دادن دل و قلب از دنیای مادی و ظواهر آن قدری فاصله بگیریم و توجهی هر چند اندک به مسائل معنوی داشته باشیم. لذا دعای عرفه و زیارت امام حسین علیه السلام در این روز بهترین وسیله برای تقرب به خدا و خودسازی است. علی اکبری، اخبار شیعه. میرزا محمد مهرابی، نویسنده و پژوهشگر دینی از شهر مقدس قم، با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر آقای مهرابی. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستم جناب مهرابی. وفقکم الله ان شاء الله. سلامت باشین آقای مهرابی. در رابطه با وجه تسمیه روز عرفه و سرزمین عرفات، اگر برای ما و بینندگان عزیز توضیحات لازم را ارائه بفرمایید سپاسگزار خواهم شد. بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. وجه تسمیه که اسم با مسمایی هم هست و یا فلسفه روز عرفه و سرزمین عرفات، در این است که زمانی که حضرت آدم و حضرت حوا بعد از بیرون شدن از بهشت و به عبارتی غفلت از موقعیت خود و در برابر امتحان از رحمت الهی هبوط کردند به کره خاکی زمین پا نهادند. این که ما میگیم پس از 40 سال توبه و انابت، به این مضمونه که و منقول است که توجه به حضرت آدم و حضرت حوا زمانی که توجه به مقبون شدن خود کردن و چون به مقام انسانیت و معنا دادن انسانیت پی بردند، از این جهت این سرزمین رو عرفات نامیدن. عرفات یعنی محل شناخت، فهم، شعور، دانایی، توانایی و از همه مهمتر تفکره. و این سرزمین رو بعدها تحت عنوان عرفات نامیدن که سرزمین مقدس و بسیار پربرکت و با عظمت. اما از اون جهت که میگن روز نهم ذی‌حجه، یعنی نهم ذی‌حجه که تحت عنوان عرفه یاد میشه، اینجا امام حسین علیه السلام
در سفرشون به مکه در صحرای عرفات این دعای عرفه رو قرائت میکنم و این دعای عرفه به طوری است که یک جنجینه و یک مخزن معنوی و پرباری شده که ما بتونیم به انسانیت خودمون بازگردیم و بتونیم بهترین استفاده ها رو ببریم. به هر حال وقت این وجه تسمیه و یا فلسفه روز عرفه بدین جهته و بسیار اسم با مسمایی هم هست. بله در خدمت شما. حاج آقا بفرمان چرا در روز عرفه زیارت امام حسین علیه السلام توصیه شده و حتی ارزش آن بیش از حضور حجاج در عرفات بیان گردیده است؟ بفرمایید. بله البته زمان و مکان به خودی خود فضیلتی نداره. این که میگم فضیلتی نداره نه این که پوچ و بیهوده است، چون آنچه در خلقت الهی وجود داره همه فضیلته، همه برکته. ولی از این جهت که میگن این مکانها و به ویژه روز عرفه و مرقد امام حسین علیه السلام توصیه شده بدین جهت است که این زمان و مکان با این حادثه تقدس پیدا کرده و برای ما انسان شناسی و فضیلت انسانی رو روشن میکنه. به همین سبب این مکانها و چه سرزمین مکه و یا کربلای معلا و یا مساجد و حسینیه هایی که این دعا برگزار میشه، این دعا باعث برکت و انسان رو به ذوق و شوق میاره که به طرف مرقد امام حسین علیه السلام بشتابه و آن امام رو در این روز زیارت کنه و از فیض امام حسین علیه السلام بهره ببره. و این بسیار بسیار برای ما به خصوص شیعیان روز دعا و نیایش به سوی پروردگار عالمیان دانستند و در حقیقت روز دعا و موقعیت دعا و مکان دعا یعنی شناخت انسانیت و رجوع انسان به خودش هست. طبیعتاً انسان عشق پیدا میکنه و ذوق پیدا میکنه که به این مکانهای مقدس بره و دعای عرفه رو بخونه و زیارت امام حسین علیه السلام رو در این روز امام رو زیارت کنه. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله و بتونه بهره ببره. چه بسا در زمانی که انسان مقابل امام حسین قرار میگیره و چشمش به اون ذریح پاک و مبارک میفته شاید به خودش برگرده و بتونه از انسانیت خودش استفاده کنه و برگشت به خودش داشته باشد و توحید و نیایش و کرنش در برابر حق تعالی رو یادآور بشه. بدین سبب این مکانها و این مرقدها و این زیارتگاه ها عشق انسانه و
سبب قرب انسان، قرب بیشتر انسان به خداوند میشه و بسیار فضیلت داره. به ویژه شیعیان که در این روزها با این عظمت و با این ذوق و شوق و با این شناخت به سوی مرقد امام علیه السلام میشتابند و دعا رو میخونند. چه بهتر از این که هزار حج و هزار عمره و کرنش در برابر حق تعالی در اینجا محقق پیدا میکنه، چرا که مردم در این روز به یاری ستم دیدگان و فقرا میشتابند و دست آنان را به گرمی میفشرند. میرزا محمد مهرابی، نویسنده و پژوهشگر دینی از شهر مقدس قم، با ما همراه بودند.